سرخط خبرها. برگزاری لوی جرگه حتمی است و کار روی آن جریان دارد. ریاست اجرائیه گفتگوها برای برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی میان ارگ و سپیدار به صورت جدی جریان دارد. خشونت پدیده‌ای که خبرنگاران را زمینگیر کرده است. سناتوران در سال جاری تنها 14 خبرنگار کشته و 300 نوع خشونت دیگر علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. دادخواهی ادامه دارد و نتیجه صفر است. فعالان مدنی دولت برای حفاظت از افراد ملکی اقدامات جدی را روی دست گیرد و عاملان کشتار افراد ملکی را به دادگاه بکشاند. و گرم شدن مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا. سلام و وقت بخیر. بیننده مهمترین رویدادهای خبری تا این ساعت از جهان هستید. من سمیرا رضا. ریاست اجرایی میگوید گفتگوها برای برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی میان ارگ و قصر سپیدار به صورت جدی جریان دارد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت بر رسانه ها گفته است که برای برگزاری لوی جرگه ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به صورت جدی گفتگو دارند و گفته است هر دو طرف تلاش میکنند تا ماده های توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را تطبیق نمایند. همزمان با این جاوید فیصل یک دیگر از سخنگویان ریاست اجرایی نیز تاکید کرده است که برگزاری لوی جرگه یک امر حتمی است. آقای فیصل گفته است که در کل تمرکز ریاست اجرایی بر تطبیق شدن موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی است و بیان داشت که با تطبیق شدن توافقنامه میان ارگ و قصر سپیدار رهبران حکومت می توانند که با تعهدات خود به مردم عمل کنند. این اظهارات در حال مطرح می شود که اختلافات به صورت جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد. پس از آن که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی ایجاد شد، در آن توافقنامه ذکر شده است که پس از 2 سال لایجرگه برای تعدیل قانون اساسی برگزار گردد، چیزی که تاکنون نشده است. شماری از اعضای شورای ملی با انتقاد از نشر گزارش شورای امنیت سازمان ملل میگویند با وجود آنکه 15 سال از حضور نیروهای خارجی در افغانستان میگذرد، اما هنوز وضعیت امنیتی بهتر نشده و تروریستان حضور گسترده در نقاط مختلف کشور دارند. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته با نشر گزارش اعلام کرده بود که 45,000 جنگجوی مسلح با دولت افغانستان در حال جنگ هستند و حدود 1/4 این جنگجویان را خارجی ها تشکیل می دهند. گزارش از رومل خرم. افغانستان حالا جدای از لانه تروریستان داخلی، به لانه امنی برای تروریستان بین‌المللی نیز مبدل گشته است. شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته با نشر گزارشی درباره وضعیت افغانستان اعلام کرد که 45,000 جنگجوی مسلح داخلی و خارجی در افغانستان حضور دارند و در برابر نیروهای بین‌المللی و افغانستانی در نبرد هستند. شماری از اعضای شورای ملی با انتقاد از نشر این گزارش میگویند با آنکه نیروهای بین‌المللی 15 سال قبل و منظور مبارزه با هراس افغانی وارد افغانستان شدند، اما حالا دیده می شود که حضور تروریستان بیشتر از گذشته در کشور تقویت یافته است. چرا بازپرس به عمل نمیاد؟ چرا جامعه جهانی در اینجا اقدامات جدی خود به خرج نمیتند؟ چرا 45,000 نیروی خارجی در جنگ ها علیه دولت افغانستان می جنگند و جامعه جهانی در این سر خاموش نشست؟ وقت جهان می فهمه که به تعداد زیادی از تروریست ها در افغانستان حضور دارند و در طی چند سال هم می شه که جامعه جهانی چندین کشور دنیا به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور دارند و همچنان افغانستان هم با کشورهای بزرگ دنیا پیمان های امنیتی را امضا کردن به خاطر تامین امنیت، به خاطر آوردن صلح بر افغانستان، ولی نقش از اینا خی در افغانستان چیه؟ بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل، از حدود 45,000 جنگجوی مخالف دولت افغانستان، حدود 20-25% آنان جنگجویان خارجی هستند. این نیروهای خارجی که میآیه از کجا میآیه؟ از آسمان که اینا پر زدن نمیتونه بیایه، از زمین هم که نمیروه. مسلمه که کی به اصطلاح از مرزهای زمینی و هوایی افغانستان انتقال داده میشه. اون وقت مرزهای زمینی و آسمان افغانستان در اختیار کیست؟ در اختیار پیمان ناتو هستند که ما و شما با او موافقت نامه امنیتی داریم.
به باور اعضای شورای ملی، جامعه بین المللی باید بالای پاکستان فشار وارد کند تا از حمایت راس افغانان دست بکشد. اگر دقیقاً جهان میخواد مبارزه با تروریسم داشته باشه، مبارزه رو باید با پاکستان آغاز کنه و پاکستان بیش از این نگذره که حامی و سرپرست تروریسم در منطقه باشه. سازمان ملل در ادامه گزارش خود آورده است که جنگجویان وابسته به القاعده در این دوران از جنگ نقش مهمی را در حمایت از ستیزه‌جویان گروه طالب داشتند. سازمان ملل تأکید کرده که ارتباط میان القاعده و گروه طالبان در دوران رهبری ملا اختر منصور تقویت و در دوران رهبری ملا حبت الله اخوندزاده این بهبود روابط ادامه یافته است. نیروهای وابسته به القاعده در کنار گروه طالبان نقش فعال داشته و به خصوص در ساخت مواد انفجاری دستساز به این گروه یاری میدهند. در این گزارش آمده که شمار جنگجویان گروه موسوم به داعش در شرق افغانستان از 3500 نفر به 1600 نفر کاهش یافته است که حدود 700 نفر آنان را جنگجویان خارجی تشکیل میدهند. در همین حال گروه داعش کشته شدن فرمانده ارشدشان در ننگرهار را تایید کرد. گروه تروریستی داعش به تازگی اعلام کرده است که سعد اماراتی، یکی از فرماندهان اصلی و بنیانگذار این گروه، در شرق افغانستان کشته شده است. گروه تروریستی داعش شاخه خراسان کشته شدن قماندان اصلی این گروه را تایید کرده و گفته است که سعد اماراتی در حمله نیروهای افغان بر مواضع این گروه در مربوط ولسوالی بتیکوت ننگرهار از بین رفته است. حدود 3 ماه پیش وزارت داخله اعلام کرده بود که این فرد داعشی همراه با بیش از 120 تن از افرادش از سوی نیروهای امنیتی کشور در ننگرهار کشته شده است. اما گروه داعش این خبر را تکذیب کرده بود. سعد اماراتی متهم به قتل ده‌ها غیر نظامی و حمله‌های تروریستی در شرق افغانستان است و از او به عنوان مسئول اصلی این گروه در ولسوالی خوشی لوگر یاد شده است. افراد گروه تروریستی داعش عمدتاً در شرق افغانستان نفوذ دارند و هر از گاهی با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند. شماری از اعضای مجلس سنا با نگرانی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران میگویند که در سال جاری تنها 14 خبرنگار کشته و 309 خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. آنان خواهان توجه جدی مسئولان حکومت در راستای مسئولیت جانی و شغلی خبرنگاران شدند. بازم گزارش از رومل خورم. همزمان با بدتر شدن وضعیت امنیتی در گوشه و کنار کشور، خبرنگاران نیز با دشواری‌های بیشتر از گذشته دست و پنجه نرم می‌کنند. در دو هفته اخیر دو خبرنگار در کشور جان‌هایشان را از دست دادند. حالا شماری از اعضای مجلس سنا با نکوهش قتل نعمت‌الله ظهیر، خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز در ولایت هلمند، از نبود مسئولیت برای خبرنگاران شکایت کرده می‌گویند که دولت باید در راستای تامین امنیت جانی و شغلی خبرنگاران توجه جدی کند. نها اراست و حفاظت کنند. قسمی که رئیس صاحب جمهور وعده داده، رسیدگی به قضایای خبرنگارا طوری که باید لازم می بود صورت نگرفته. قضایای شده که برش رسیدگی صورت گرفته اما دلکل توجه جدی صورت نگرفته در عرصه. به باور سناتوران، از آغاز سال جاری تا اکنون 14 خبرنگار کشته و بیش از 309 خشونت‌های مختلف علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. سناتوران همچنان از پیگیری نشدن پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران شاکی‌اند. در سال 1395 حدود 14 شهید ما از خبرنگارا داشتیم و همچنان بیشتر از 390 انواع مختلف خشونت مقابل خبرنگارا صورت گرفته که اعداد و ارقام یک اعداد ارقام بسیار تشویش آور است. اگر در مقابل مسئولیت و تأمین امنیت جان خبرنگارا و همچنان فراهم آوردن سهولت‌های کاری بر از اونا. گفته می شود که در 8 سال اخیر 60 خبرنگار کشته و بیشتر از 800 پرونده خشونت علیه خبرنگاران از سوی گروه‌های مختلف به ثبت رسیده است، اما مورد پایگرد قرار نگرفتند. این در حالی است که چندی پیش نیا دیدبان حمایت از رسانه‌ها اعلام کرد که خشونت علیه خبرنگاران در 10 ماه اخیر به میزان تمامی پرونده‌های ثبت شده خشونت علیه خبرنگاران در 8 سال گذشته میباشد. در نتیجه ناامنی و درگیری‌های اخیر میان نیروهای دولتی و طالبان در برخی نقاط مختلف، به خصوص در 11 ولایت، بیش از 95,000 فامیل بیجا شده و شماری نیز مجروح شدند. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، که در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، از تعداد مجروحین آمار ارائه نکرد، اما گفت حکومت در صدد رسانیدن بسته‌های کمکی در 3 مرحله برای بیجا شدگان و آسیب دیدگان می‌باشد. این کمک‌ها را با هماهنگی والیان ولایت‌ها و نظر به میزان ضرورت بیجا شدگان برای آنان توزیع می‌کند. چخانسوری می‌گوید حکومت از همه
همه امکانات دست داشتهش برای کمک رسانی به آسیب دیدگان استفاده خواهند کرد. در سه مرحله اونا تقسیم بندی شده. مرحله اول کمک‌های عاجل است که ما بتانیم هموطنان ما شما که از خانه بیجا شدن اونا با زودترین فرصت که شرایط مساعد میشه برشان کمک عاجل شد و برای بازگشتشان شرایط مساعد شد که وزارت ترانسپورت ما شما در عرصه در مورد انتقال از اینا کمک میکنن کار میکنن و موتورها را کرا میگیرن تا هموطنان ما شما پس خانه خود برن. در مرحله دوم که هموطنان ما شما پس در خانه خود جای بجای شدن بعد از بستای کمکی دیگری است که همراهشان مساعدت میشه و کمک برشان داده میشه. در مرحله سوم که حالا در سطح پلان است بر تمام ولایت‌هایی که آسیب دیده بسته‌های انکشافی مشخص، پروژه‌های انکشافی مشخص مد نظر گرفته میشه. گروه کاری مشترک جامعه مدنی از تلفات افراد ملکی در سال جاری نگرانی کرده میگویند که دولت باید برای حفاظت از افراد ملکی اقدامات جدی را روی دست گیرد و عاملان کشتار افراد ملکی را شناسایی و به دادگاه بکشاند. گزارش از شبنم شهرزاد. حملات هوایی یک بار دیگر نگرانی نهادهای مدنی را به همراه شده است. گروه مشترک جامعه مدنی آمارهای نشر شده از سوی دفتر ماموریت سازمان ملل که در آن میزان تلفات افراد ملکی در 6 ماه نخست امسال نسبت به همین مقطع زمانی در سال پار را نگران کننده خوانده و آن را نسبت به 8 سال قبل بی سابقه می دانند. آمارها نشان می‌دهند که از اول ماه جنوری تا آخر ماه جون امسال در مجموع 5166 مورد تلفات ملکی که شامل 1601 کشته و 3565 زخمی ثبت شده است. همچنان تلفات از اول ماه جنوری 2009 تا 3 جون سال جاری در مجموع 63934 مورد ثبت شده که شامل 22941 کشته و 40993 مجروح می باشد. در همین حال این فعالان مدنی کشتار افراد بیگناه در ولایات کندوز، غور، فراه، هلمند، اروزگان و فاریاب را توجیه ناپذیر می دانند و آن را جنایت بشری عنوان می کنند. سهلنگاری ها و کمکاری های حکومتی را نشان می ده که شاید توان نداشته باشه، ولی طرف ما فعلا نیروهای خاص امریکایی و نیروهای ناتو هست که اونا دو نفرشان در اینجا کشته شد، به او خاطر بسیار زیاد سر زبان هست که عملات انتقام جویانه بود که 5 نفر زخمی و کشته شدند. این فعالان مدنی با انتقاد سخت از بی‌پروایی حکومت مبنی بر حفاظت جان و مال شهروندان میگوید تا حالا تعداد زیادی از افراد ملکی در عملیات های تیاره های بی سرنشین کشته شدند، ولی تا هنوز حکومت خاموش است و واکنش در این باره نشان نداده است. او پرزد باید به نیتول نه آندسی دوانستان خلق و طول دخش مندیسی باید هر سوک سیوی سی کلب ملکی و کسان وجل کی که باید موازی و اینگوی محکمه شده دیدی پختنه وشی مثلا سران تروس پر هیچ پختنه نده شوی او دست دیر دست پیخ شوی پر نه تانا در پشپک میرسه که کلیفو گودن در دیر دست کالی که مگو اینو آن و گیری پا قتل رسی لوگان مخ که هم و آن و گیری پا قتل رسی دیدی هیچ کلا دی آن و گیری وزنه مونگا دی منو رو ور نده او دا دی بشری و قوقا دی پتامنه بزد ده او دا باید وغندر شی او دی پیخو او دی دست امسانی سر پاینده کارونی که باید مخنیوه میشی. آنان از حکومت خواستند متضررین که همه دار و ندارشان را از دست دادند را حمایت نموده و به بازماندگان قربانیان رسیدگی نماید. این نگرانی فعالان مدنی در حال ابراز می شود که هفته قبل از اثر بمباردمان تیاره های بی سرنشین آمریکا در ولایت کندوز تعدادی از ساکنان این ولایت کشته و زخمی شدند، هرچند مقام ها کشته شدگان را افراد وابسته به گروه طالبان می خوانند. فرماندهی امنیه پلیس کابل در 15 روز گذشته 191 تن را به اتهام قتل، دزدی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه غیرقانونی بازداشت کرده است. عبدالرحمن رحیمی همچنان از پیشرفت تحقیقات در مورد ربوده شدن خانم استرالیایی در ساحه قلعه فتح‌الله سخن میگوید. گزارش از طیب بصیر. از میان این 191 تن که به جرایم تروریستی، جنایی، سازماندهی شده و آزاد متهمند، 9 تن آنان به اتهام قتل، 55 تن به اتهام دزدی، 23 تن به اتهام مجروحیت،
22 تن به اتهام جرایم اخلاقی، 5 تن به اتهام انتقال سلاح به صورت غیرقانونی و 31 تن به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شدند. پاراس یا پینزل اسورازی کیگی د کابل پولیسو جمله په مختلف جرایمو کې کاغه ترورستی جرایم وی او که جنایی جرایمی که سازمان یافته وی او آزاد وی ټول یو سلو یو نوی نفر، یعنی نه نفر کم 200 نفره د کابل پولیسو نیولی دی. په گفته رحیمی در این مدت بیش از 300 فایر مرمی آر پی جی و 7 فایر بی ام 1 به دست پلیس کابل افتاده است. و همچنان گفت پلیس در بررسی قضیه ربوده شدن خانم استرالایی در سرک 8 قلعه فتلو از سوی افراد ناشناس پیشرفت های چشمگیری داشته است. این همه ترکی نمی مزنونین پیش روی دانستاد است و به جرم خود اکثریتش اعتراف کرده و کسی که نکده شواهد و مدارک اثباتی است. در آینده نه چندان دور اینمو تو اونمو اختطافچی را پیش روی تا نزدیک ما بسیار پیشرفت کردیم. دمی یک شو بسیار زیاد پیشرفت کردیم. این بار نخست نیست که ادبای خارجی از این محل ربوده می شوند. 5 ماه پیش نیز یک خانم ایندی در عین محل ربوده شد که پس از مدت دوباره توسط نیروهای امنیتی آزاد شد. 600 تن از جوانان ولایت‌های غرب کشور که به تازگی به ارتش ملی پیوستند برای فراگیری آموزش‌های نظامی به مرکز آموزشی قلوردوی 207 ظفر فرستاده شدند. مسئولان فرماندهی جلب و جذب ارتش در غرب کشور می‌گویند قرار است این افراد بیش از 2 ماه آموزش‌های نظامی را به گروه مسلکی فرا گیرند. در این حال جوانان تازه پیوسته به ارتش از دیگر جوانان کشور می‌خواهند تا برای تامین امنیت کشور به صفوف نظامی پوشان افغانستان بپیوندند. همکارم اسماعیل آزاد این گزارش را از هرات فرستاده است. نخستین گام هایشان را برای مبارزه با هراس افکنی و تامین امنیت کشور برمی‌دارند. اینان جوانان ولایت های غرب کشور هستند که به تازگی جذب ارتش ملی شده اند. اکنون به فرماندهی جلب و جذب ارتش در غرب کشور آمده اند تا از اینجا و مرکز آموزشی قلوردوی 207 ظفر بروند و دوره آموزشیشان را آغاز کنند. قرار است که تعداد 1000 نفر از جوانان داوطلب و مرکز تعلیمی 207 ظفر قلوردوی 207 ظفر جذب بشن که از این مجموعه تعداد 600 تن از جوانان ولایت هرات و فرا و قم و بادغیس جذب بشن و قرار است که تعداد 400 تن از جوانان ولایت های 31 ولایت کشور که از مرکز کابل و هرات انتقال داده میشن اینا در مرکز تعلیمی قلوردوی 207 ظفر دوره تعلیمی خود سفری میکنن. مسئولان فرماندهی جلب و جذب ارتش ملی در غرب کشور میگویند قرار است تا این افراد در مدت زمان 70 روز آموزش های گوناگون نظامی و نیز چگونگی کار گرفتن از جنگ افزارهای سبک و سنگین را در مرکز آموزشی ارتش ملی در غرب کشور بیاموزند. با این حال افرادی که به ارتش ملی پیوسته اند انگیزه شان را از این خدمت به مردم و تلاش برای تامین امنیت کشور عنوان می کنند. هدف انگیزه من خدمت به کشور، حفظ امنیت، تمامیت ارضی و نوامیس کشور می باشد. زبانان تو میده قدر قدر ایچ رئیس خود وطن خدمت بگیم رئیس دی وضوی ملید جلب جلب زنان جلب که خدمت بگیم خود وطن خود خبر خدمت بگیم. گسترش دامنه فعالیت های هراس افکنان در جریان ماهای اخیر و افزایش فعالیت های تخریبی آنان در شمار از ولایت های غربی کشور در این اواخر سبب پاره از نگرانی ها شده است. اما شورای ولایتی هرات از سایر جوانان میخواهد برای تامین امنیت کشور و مبارزه با هراس افغانان به صفوف نیروهای نظامی افغانستان یک جا شوند. واقعیت جوانانی که در اردو و پلیس به اصطلاح جذب میشن بخصوص در اردو، اینها افرادی هستند که حداقل سوی تحصیل صنف 12 دارند، یعنی افراد باسوادی هستند، با آگاهانه به صفوف دولت میپیوندند و این خیلی ارزش دارد. همزمان با افزایش ناامنی‌ها در شماری از ولایات غربی کشور این جوانان آمده اند تا به ارتش ملی کشور یک جا شوند و به هراس افکنان اجازه تصرف ولایات غربی کشور را ندهند. اسماعیل آزاد، تلویزیون جهان، هرات. تا لحظات دیگر رویدادهای خارج از کشور. و حالا هم چند خبر از جهان.
همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، کلینتون و ترامپ نامزدان دموکرات ها و جمهوری خان برای جذب رای دهندگان نامصمم تلاش می کنند. هر دو نامزد تقریبا همزمان در فلوریدا سخنرانی کردند. ایالت فلوریدا در جمله ایالاتی به شمار می رود که رای دهندگان آن دو دل یا نامصمم هستند و گاه به جمهوری خواهان و گاه به دموکرات ها رای می دهند. به این دلیل یا این ایالت در نتیجه انتخابات نقش مهمی دارد. سخنرانی خانم کلینتون به طور غیر معمول کوتاه بود، زیرا در این هنگام در شهر پمبروک پاینز باران می‌بارید. اما رقیب او ترامپ در شهر تمپا در فلوریدا از کلینتون انتقاد کرد که او از اصلاحات صحی رئیس جمهور باراک اوباما حمایت می‌کند. او گفت این هیچ نقشی ندارد، زیرا اگر ما برنده شویم به هر صورت این اصلاحات را از میان برمی‌داریم. این ظاهر شدن ترامپ در شهر رینو در ایالت نوادا زنگ خطر امنیتی به صدا آمد و مامورین خدمات امنیتی نامزد جمهوری خواهان را به دلیل تهدید احتمالی با سرعت زیاد از صحنه سخنرانی بیرون کردند. مقام‌های عراقی می‌گویند که عملیات آزادسازی موصل از وجود تروریستان داعشی با موفقیت‌های زیادی همراه بوده و به‌زودی این شهر از وجود آنان پاکسازی خواهد شد. حیدر عبادی نخست وزیر این کشور که به خطوط مقدم نبرد رفته بود گفته است که پیشرفت عملیات بر ضد داعش در موصل بیش از انتظار است. آقای عبادی از نیروهای نظامی این کشور به عنوان قهرمانان کشورش یاد کرده و گفت که نوید آزادی موصل به زودی داده خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از نخست وزیر عراق گفته است که نیروهای نظامی عراق در جنگ موصل با تهدیدات چون بمب‌گذاری‌ها، فرش ماین کنار سرک و هدف قرار گرفتن نشانه‌زن‌های داعش روبرواند. رئیس شاکر، یک جنرال اردوی عراق، گفته است که نیروهای نظامی این کشور کنترل شهر حمام را به دست گرفته است، جایی که پیش از تصرف این شهر از سوی داعش 2 میلیون نفر در آن زندگی می‌کردند. اردوی عراق همچنان در این عملیات از استقامت شمال در 4 کیلومتری نزدیک به میدان هوایی شهر موصل پیشروی کرده است. پیش از این ابوبکر بغدادی در یک نوار صوتی از جنگجویانش خواسته بود تا عقب نشینی نکنند. و حالا هم رویدادهای اقتصادی. ادامه خبرها. قرار است 5 بند بزرگ آب به هزینه نزدیک به 200 میلیون دلار آمریکایی در شمال کشور به خاطر جلوگیری از تخریب سیلاب‌ها و استفاده آب آشامیدنی و زراعتی ساخته شود. فهیم ملازیایی، معین وزارت انرژی و آب که به ولایت بلخ سفر کرده است، میگوید که با ساخته شدن این بندهای آب مشکلات مردم شمال کشور از لحاظ تخریب سیلاب‌ها و کمبود آب آشامیدنی و زراعتی به شکل مکمل حل می‌شود. و همچنان میگوید که عدم هماهنگی میان حکومت و ارگان‌های مربوطه باعث شده است تا دریای آمو سالانه هزاران جریب زمین و صدها خانه مسکونی باشندگان سرحدی کشور را به کام خود فرو ببرد. معین وزارت انرژی و آب جهت شناسایی مناطق آسیب پذیر ولایت‌های شمال کشور و مشکلات آنان از لحاظ تخریب سیلاب‌ها و کمبود آب آشامیدنی و زراعتی به شهر مزار شریف رفته است و طی نشستی که با رئیسان زراعت و آبیاری و انکشاف دهات داشت، میگوید که همکنون شماری از ولسوالی‌های نزدیک به دریای آمو در خطر جدی تخریبات آب قرار دارد، که در این نشست روی چگونگی جلوگیری از تخریبات این دریا صحبت می شود. این 5 بند یکی در گفتم در سرپل است، یکی دیگهش در فاریاب است، یکی در بلخ است، یکی سمنگان است، یکی جوزجان. معین وزارت انرژی و آب می افزاید که عدم هماهنگی میان حکومت و ارگانهای مربوط باعث شده است تا علایم سرحدی نیز در کنار دریای آمو از بین رفته و بیشتر ساحات افغانستان در خاک کشورهای دیگر اضافه شود. یکی از چالش‌های اساسی بود که پروژه به وقت زمان معین شروع نشده، باید در وقت خاص کار شود. یک و دوم، در قسمت ازی رئیس صاحب دولت و شورای عالی اراضی و آب، یعنی بسیار جدی گرفتن این موضوع را که باید سوائل دریای ما به صورت درست تحکیم شود.
سالهاست که باشندگان ولایت‌های شمال کشور از تخریبات سواحل دریای آمو شکایت می‌کنند، اما جلوگیری از تخریبات دریای آمو به بودجه هنگفت نیاز دارد که حکومت افغانستان به علت مشکلات مالی نتوانسته است آن را حل نماید، آنچه باعث شده است که هزاران جریب زمین در کام دریای آمو فرو برود. نرخ ارز در بازار امروز کابل. و در پایان هم وضعیت هوا. ممنونم از اینکه تا این دم ما را همراهی کردید. رویدادهای خبری من همین قدر بود که تقدیم شد. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.